بازارها در شهر شمال غربی ادیرنه در ترکیه پر جمع و جوشند. اما مشتریان آن تنها ترک ها نیست. این بازار مملو از مشتریان بلغاریایی است که از کشور خود به اینجا آمده اند و تا از کاهش ارزش لیره سود ببرند. اینجا به خاطر خریداری آمده ایم، زیرا قیمت اجناس بسیار خوب است. همچنان این بار اول ماست که به اینجا آمده ایم و بودن در اینجا الهام بخش است. امروز به فروشگاه بزرگ رفتیم و مواد خوب غذایی، نوشیدنی و دیگر چیزها خریدیم. تفاوت قیمت در بلغاریا و اینجا بسیار زیاد است. به طور مثال یک پیراهن در آنجا 50 دلار و در اینجا بین 15 تا 20 دلار قیمت دارد. به همین دلیل من اینجا آمدم تا برای خانواده خود خریداری کنم. سال گذشته ارزش لیره 44% کاهش یافت. فروشندگان در شهر ادیرنه برای کاروبار خود خرسندند، اما برای آن عده از مشتریان ترکی که توان خرید را ندارند نگرانند. در حالی که شهروندان ما توان خرید را ندارند، تقاضای مشتریان بلغاریایی زیاد شده است. با عنوان شهروند جمهوری ترکیه من از این وضعیت خوشحال نیستم. نمیخواهم چیزی را که باید مردم ما صرف کنند برای دیگران بفروشیم، اما مجبوریم. مشتریان ترکی نیز ناامیدند. علم گیجی olmadığından dolayı مردم ما به خاطر ناتوانیشان برای خرید آمده نمی توانند. این بازار مملو از مشتریان بلغاریایی است. یک واحد پولی آنان 8 یا 9 لیره می شود و هر چیز برایشان ارزان تمام می شود. اما برای ما قیمت. حکومت ترکیه ادعا دارد که ذخیره کردن امتعه توسط تجار باعث افزایش قیم شده است. حکومت در نظر دارد تا بر آنانی که دست به احتکار میزنند جریمه وضع کند و از صاحبان کاروبار خواسته است تا بر کاهش قیم غور کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.